بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. درخواست مجمع مدافعان حقوق بشر از دنیا نسبت به فاجعه فرهنگی در افغانستان. اعلام آمادگی استاندار کربلای معلا بر آمادگی این استان جهت برگزاری زیارت اربعین. یک هفته مرگبار در آسیا بر اثر جاری شدن سیلاب. و تجلیل از سازمان رسانه و ارتباطات عراق توسط مجموع رسانه امام حسین علیه السلام. وقت شما بخیر. مجمع مدافعان حقوق بشر خواستار توجه جهان به فاجعه فرهنگی در افغانستان شده است. این مجمع از حذف و محو آثار فرهنگی توسط طالبان در افغانستان هشدار داده و از جامعه بین المللی خواسته است که فاجعه فرهنگی در این کشور را جدی بگیرد. مجمع مدافعان حقوق بشر گفته به دلیل حذف نهادهای فرهنگی و محدودیت‌های طالبان، فرهنگیان و هنرمندان دچار آشفتگی روحی و روانی شدند. مجمع مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه 12 مرداد منتشر شد تأکید کرده که رویه طالبان هنرمندان و فرهنگیان را دچار آسیب روحی و روانی کرده و به افسردگی عمیق مبتلا ساخته است. مدافعان حقوق بشر از وضعیت بد اقتصادی و روانی فرهنگیان آواره در کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. این مجمع افزوده که طالبان فرهنگ متنوع و پویای مردم افغانستان را در خطر نابودی قرار داده است. مجمع مدافعان حقوق بشر از نهادهای حامی فرهنگ و سازمانهای بین المللی از جمله یونسکو خواسته اند که وضعیت فاجعه بار فرهنگی افغانستان را در دستور کار قرار دهند. مدافعان حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم خواستند که به منظور رفع فاجعه فرهنگی در افغانستان دیپلماسی فرهنگی را فعال سازند. این نهاد از مدافعان حقوق بشر و فرهنگیان افغانی نیز خواستند که در برابر آنچه فاجعه فرهنگی خوانده شده سکوت نکنند. دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، پیرامون این خبر میهمان ما هستند. آقای دکتر نورزاد، سلام و عرض ادب. سلام و عرض ادب به شما و به تمام کارکنان شبکه جهانی تلویزیون امام حسین علیه السلام. خوشحالم که امروز فرصت برای گفتگو با شما دارم. ممنونم. جناب دکتر، تحلیل شما از درخواست مجمع مدافعان حقوق بشر از دنیا نسبت به فاجعه فرهنگی در افغانستان چیست؟ بفرمایید. این فاجعه بسیار فاجعه عمیق و فاجعه بزرگ در تاریخ افغانستان است که دو بار تکرار شده. یکی در سال 1996 که دوره اول طالبا بود و در بار دوم در سال 2021 که طالبا گرفتن، دوباره این فاجعه فرهنگی و فاجعه هنری تکرار شده. گرچه که حکومت های حامد کرزی و اشرف غنی با روش های سکولاریسم افراطی و فساد های گسترده ای هنر و فرهنگ افغانستان را به مسیری نامطلوب سوق داده بودند، اما هنوز هم قضایای نسبی آزادی برای تقویت و رشد هنر و وجود داشته او زمان. با این حال نفوذ رسانه‌های غربی و دستگاه‌های دولتی و ترکیه با همراه مشکلات داخلی بایش به طور کامل بهره برداری نه و هنرمندان با محدودیت‌های روبرو باشند که
در اون صورت چالش هایی را که در زمان اونا داشتن پس دوباره تکرار شد در زمان طالبا. فرهنگ، هنر، شعر، ادبیات فارسی، نقاشی، هنر معماری باستانی، کتاب نویسی، موسیقی و ساختن آلات موسیقی در افغانستان امروز شدیداً سانسور میشه، ممنوعیت وجود داره، محدودیت و تعصب و ممنوعیت و تعصب مواجه است. عوامل مختلف مانند نجات پرستی و پشتونیزم و غرزنگرایی و کوچیگری و همه اینا باعث بیکار و همچنان بیکاری و ضعف اقتصادی، اخاذی و رشوتستانی و مالیات غیر انسانی سد راه پیشرفت و رونق فعالیت های هنری و فرهنگی در افغانستان شده و به شدت هنر و فرهنگ در افغانستان زیر تاثیر بوده. تحجر و افراطیت طالبان با دیدگاه های قومی و سلیقه‌ای شناخته میشه. تهدید جدیتری از جنگ برای هنر و فرهنگ افغانستان به شمار می رود. طالبان با سیاست های سرکوبگرایانه خود فعالیت های هنری و فرهنگی را به شدت محدود کرده و به دنبال نابودی میراث فرهنگی کشور هستند که این وضعیت نه تنها بر هنر و فرهنگ تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه مشکلات روحی و روانی زیادی را برای هنرمندان ایجاد کرده است. در دوران حاکمیت اول طالبان در 1996 تا سال 2001 بسیاری از اشکال هنر و فرهنگ به طور کامل ممنوع و نابود شدند. بودهای دوگانه آثار باستانی شهر بامیان را به قصد نابودی تاریخی مردمان بومی کشور را به هدف نسل‌کشی از آره ها نابود کردند و فرهنگیان، دانشمندان، آرتیست ها، هنرمندان و بله ممنونم آقای دکتر، ممنونم. بله ممنونم. با تشکر از دکتر احمد نورزاد، کارشناس مسائل افغانستان از ویرجینیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کاروان پیاده روی از خمینی شهر آدریان چندی روز است که با پای پیاده به سمت شهر مقدس کربلا به راه افتادند. لازم به ذکر است این کاروان از روز هفتم سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام به سمت شهر مقدس کربلا حرکت کردند. بنابر اطلاعات رسیده، این کاروان که حدود یک ماه با پای پیاده این مسیر را طی می کنند در سال 1395 تأسیس شد. به آن زمان تنها دو نفر در آن حضور داشتند، اما اکنون شاهد حضور ده ها نفر از جوانان و نوجوانانی است که با پای پیاده خود را به شهر مقدس کربلا می رسانند. و خبری در رابطه با مسلمانان چین. شهرهای مرکزی سینکیانگ بیش از 70 مقام اویغور را به دلیل دوچهره بودن بازداشت کردند و هدف از این کار را وفادار نبودن به چین و حزب کمونیست اظهار داشتند. مقامات در کرلا، دومی شهر بزرگ از نظر جمعیت در سینکیانگ، اظهار داشتند تا کنون بیش از 200 اویغور که مشکل ساز تشخیص داده شده اند سرکوب و دستگیر شدند. شاید ذکر است اصطلاح دو چهره توسط مقامات دولت چین برای توصیف مقامات اویغوری استفاده می شود که به دستورالعمل ها بی توجه هستند و نشانه های از بی وفایی نسبت به حزب کمونیست نشان می دهند. گفتنی است که تا کنون بیش از 200 مظنون در این رابطه دستگیر و سرکوب شدند. هندوهای تندرو پنج شنبه تنها چند ساعت پس از خوشامدگویی مسلمانان به آنان به مدرسه‌ای در نزدیکی پایتخت حمله ور شدند. ده ها هندو پس از شرکت در راهپیمایی مذهبی خود به مدرسه دینی متعلق به مسلمانان در نزدیکی پایتخت هند حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از میدل ایست مانیتور، این اتفاق در حالی رخ داد که تنها چند ساعت پیش از حمله مسلمانان به منظور خوشامدگویی به زائران هندو در ورودی های شهر خود حاضر شدند. مسلمانان به نشانه وحدت به هندوها گل دادند و از آنها پذیرایی کردند. راهپیمایی امسال نیز به خشونت آلوده شد و تعدادی از هندوها به مکانهای اسلامی حمله کردند.
یک آزمایش نشان می‌دهد که سلول‌های زنان میانسالی که مواد غذایی سرشار از ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدان مصرف می‌کنند، جوان‌تر است. بر اساس تحقیقات جدید، رژیم غذایی غنی از مواد مغذی که شکر افزودنی کمی دارد، می‌تواند سرعت پیری بیولوژیک را در زنان کاهش دهد. با اینکه رژیم غذایی غنی از مواد مغذی می‌تواند سرعت پیری را کم کند، به نظر می‌رسد شکر افزوده این اثر را کاهش می‌دهد. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد نوجوانانی که با گوشی‌های هوشمند در ارتباط هستند، بیشتر از نوجوانانی که این رابطه را ندارند، از استراب، افسردگی و بی‌خوابی رنج می‌برند. به گفته محققان کینگز کالج لندن، جوانانی که با گوشی همراه در ارتباط هستند و الگوی رفتاری شبیه به اعتیاد دارند، دو برابر بیشتر از افرادی که این کار را نمی کنند علائم استراب را گزارش می کنند. محققان دریافتند حدود 44% از افراد 13 تا 16 ساله که از گوشی هوشمند استفاده می کنند دچار استراب می شوند و این آمار بین افراد مشابه که از گوشی استفاده نمی کنند 26.4% گزارش شده است. و خبری از شهر مقدس کربلا. استاندار کربلای معلا بر آمادگی این استان برای پذیرایی از زائران میلیونی در اربعین امام حسین علیه السلام تاکید کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. نصیف الخطابی استاندار کربلای معلا گفت که این استانداری از همکنون آمادگی کامل برای پذیرایی از میلیون ها زائر که برای شرکت در مراسم بزرگ داشت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به این شهر مقدس می آیند را دارد. الخطابی تاکید کرد که تمامی ابزارهای لازم برای ارائه بهترین خدمات به زائران به کار گرفته شده و 8 میدان در این شهر به کلیه امکانات لازم مجهز شدند و جاده های جدیدی برای تسهیل رفت و آمد زائران اربعین حسینی باز شده است. الخطابی در ادامه اظهار داشت که ادارات خدماتی در استان مجهز به سازوکارهای تخصصی هستند تا از ارائه خدمات با کارایی بالا اطمینان حاصل کنند. وی در ادامه افزود استانهای مقدس حسینی و عباسی، نیروهای نظامی امنیتی، موکبهای حسینی و مردم کربلا همه با هم در هماهنگی کامل جهت پذیرایی از زائران اربعین هستند. الخطابی شهر مقدس کربلا را یک موکب حسینی توصیف کرد که پذیرای همه زائران از هر نقطه جهان است و در ادامه تاکید کرد که تلاش جمعی برای ایجاد محیطی راحت و امن برای زائران در طول دوره ایام حضور در شهر مقدس کربلا صورت گرفته است. بلایای ناشی از سیلاب در یک هفته مرگبار در سراسر قاره آسیا بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در هندوچین باران‌های سیل‌آسا در هفته گذشته بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است و 3 نفر دیگر در پاکستان جان باختند. این زمان از سال که فصل طوفان‌های موسمی و طوفان در آسیا است، تغییرات آب و هوایی باعث تشدید چنین طوفان‌هایی شده است. علاوه بر آن، باران‌های شدید باعث رانش زمین و جاری شدن سیل شده و محصولات کشاورزی و خانه‌ها ویران شده و جان انسان‌ها را گرفته است. بر اساس گزارشی که ماه گذشته توسط اداره هواشناسی چین منتشر شد، داده‌ها نشان می‌دهد که چین روزهای بسیار گرم‌تر و بارندگی‌های شدیدتری را دارد. در هند هم به طور منظم در طول فصل باران‌های موسمی که بین ژوئن تا سپتامبر ادامه دارد و باران برای محصولات کشاورزی حیاتی است، اکنون سیلاب‌های شدید در این کشور جاری شده است. طوفان گایمی که هفته گذشته از غرب اقیانوس آرام عبور کرد
عامل مرگ بیش از 30 نفر در فیلیپین و 10 نفر در تایوان بود. در چین هم سیلاب ها 48 کشته و 35 مفقود بر جای گذشته است. وزارت منابع آب چین در این هفته اعلام کرد که چین در سال جاری 25 سیل بزرگ را به ثبت رسانده است که بیشترین میزان از زمان شروع ثبت آمار از سال 1998 می باشد. در کره شمالی باران 4100 خانه، 3000 هکتار از زمین های کشاورزی و بسیاری از ساختمان های عمومی، جاده ها و راه آهن را زیر آب برد. در پاکستان هم بارندگی بی سابقه در شهر لاهور باعث آب گرفتگی خیابان ها و کشته شدن دست کم 3 نفر گردید. مجموع رسانه ای امام حسین علیه السلام به پاس تلاش های سازمان رسانه و ارتباطات عراق شعبه شهر مقدس کربلا در پوشش مراسم میلیونی زیارت عاشورا تشکر و قدردانی کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، عبدالصاحب الکشبان، مدیر امور اداری مجموع رسانه ای امام حسین علیه السلام از مدیریت و کادر این سازمان تقدیر و تشکر کرد. از سوی دیگر آقای میثاق طالب، مدیر دفتر سازمان رسانه و ارتباطات عراق نیز ضمن تشکر و قدردانی از هیئت این گروه به خاطر تکریم ایشان از تلاش‌های مستمر مجموع رسانه امام حسین علیه السلام قدردانی کرد و بر همکاری با این مجموعه در راستای تحقق تعظیم شعائر حسینی و حمایت از پروژه‌های آن در خدمت به شعائر حسینی تأکید کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست مجمع مدافعان حقوق بشر از دنیا نسبت به فاجعه فرهنگی در افغانستان. اعلام آمادگی استاندار کربلای معلا بر آمادگی این استان جهت برگزاری زیارت اربعین. یک هفته مرگبار در آسیا بر اثر جاری شدن سیلاب. و تجلیل از سازمان رسانه و ارتباطات عراق توسط مجموع رسانه امام حسین علیه السلام. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.